بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض می کنم خدمت دوستان و همراهان گرامی، چه حاضران و چه غایبانی که صدای ما رو از دور میشنوند. امروز جلسه نهم از سلسله جلسات شرح دیوان آتشکده نیر تبریزی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق روالی که در این کتاب پیش میریم، امروز به شرح ذکر شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام می‌رسیم. خب همونجور که مستحضر هستید، جناب علی اصغر علیه السلام فرزند شش ماهه حضرت ابا عبدالله هم در واقعه عاشورا به شهادت رسیدند. شیعیان و به خصوص عالمان بزرگ اون حضرت رو باب الحوائج خطاب میکنن، یعنی برآورده کننده حاجت ها، و عالمان و عارفان و عاشقان بسیاری به وجود مقدس حضرت علی اصغر توسل کردند و از وجود مبارک ایشون همواره حاجات خودشون رو برآورده کردند. این سوال بعضی وقتا پیش میاد که یک طفل شش ماهه مگر چطور امکانش هست که دعاهای ما رو بتونه برآورده بکنه و صدای ما رو بشنوه و ندای ما رو بشنوه. در حقیقت همون جور که در جلسات قبل عرض کرده بودم، این سر واقعه عاشورا هست که همه شهدای واقعه عاشورا در حقیقت به یک اتحاد روحی با روح بلند ابا عبدالله رسیدند. در واقع جان اونها با جان ابا عبدالله یکی شده و اتحادی ناگسستنی بین این جانها وجود داره. هر یک از این شهدا نقش یک درب و باب به این وادی و به این مکتب حسینی رو بازی میکنه و وجود هر کدوم از این شهدا در حقیقت راهی تا ما بتونیم به اون درجه اعلای مقدس و معلای حسینی دست پیدا بکنیم و از اون استغاثه کنیم و به اون دست طلب دراز کنیم. این هستش که وقتی ما به وجود مقدس حضرت علی اصغر هم استغاثه میکنیم و از اون طلب میکنیم، در واقع این طلب در همون مسیر به مسیر وجودی ابا عبدالله میرسه و از همون اتحاد روحی در حقیقت این طلب خواسته میشه و این هست راز اون باب الحوائج بودن این فرزند شش ماهه. و خب شاید اون عشق و علاقهی که بین پدر و فرزند وجود داشته باعث میشه که این قدر و منزلت این باب الهی از دیگر بابها هم باداتر و ارزشمندتر باشه. و از طرفی خب وجود مقدس حضرت علی اصغر به دلیل اینکه تحت اون نفسانیات دنیوی قرار نگرفته بود و در حقیقت اون معصومیت کودکانه باعث شده بود که هیچ گونه رنگ و لعاب نفسانی به این وجود مقدس به قولی قاطی نشه، مخلوط نشه، از این جهت هم اون خلوص و اون درجه اعلا رو بیشتر تونسته که داشته باشه. خب ذکر شهادت رو از جناب نیر میشنویم و انشاءالله اگر توضیحاتی نیاز بود در ضمن این شرح خدمتتون عرض خواهیم کرد. ذکر شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام. شد چو خرگاه امامت چون صدف، خالی از درهای دریای شرف. شاهدین را گوهری بهر نثار، جز در غلطان نماندن در کنار.
واقعه شهادت حضرت علی اصغر بعد از تقریبا شهادت همه صحابه و همه یاران اتفاق میفته. یعنی در اینجا صحابه به شهادت رسیدند، بنی هاشم یکی یکی رفتن به میدان به شهادت رسیدند و حضرت ابا عبدالله خودشون آماده میشن که عازم جبهه نبرد بشن و به سوی شهادت برن. در این لحظه به ناگاه حضرت ابا عبدالله برمیگردن و میرن به سمت خیمه، میرن و این کودک 6 ماهه رو میارن به میدان جنگ. این یکی از عجایب این واقعه عاشورا هست. کسی سر این قضیه رو درک نکرده که در اون لحظه آخر چه اتفاقی میفته که حسین ابن علی به یاد فرزند 6 ماهش میفته و میره حضرت علی اصغر رو از خیمه به سمت میدان میاره. خب یک بار استاد گفتن که شاید در اون لحظه آخر که اون پرده جلوه جان از پرده غفلت، پرده دنیا از جلوه جانان افتاد و حقیقت مطلق داشت رونمایی میکرد، اونجا ندایی به حسین ابن علی رسید که مثل اینکه یک چیزی، یه در ارزشمندی هنوز باقی مونده، هنوز کامل از اون اضافات و حدود خالص نشدی، هنوز به خلوص 100% نرسیدی، یک چیزی در گنجبار باقی مونده، اون رو هم بهتره که فدا کنی تا این خلوص به اتمام برسه، به نهایت برسه. می‌فرماید شد چو خرقاه امامت، خرقاه یعنی خیمگاه، خرقاه امامت چون صدف، مانند یک صدف خالی از درهای دریای شرف. یکی یکی این درها خالی شدند، رفتند از این دریای شرف. حضرت علی اکبر رفت، حضرت اون ابن عبدالله رفت، حضرت عباس رفت. شاهدین را گوهری بهر نثار، جز در غلطان نماندند در کنار. آخرین در و گوهر و جواهری که باقی مانده بود این در غلطان، زیباترین در بود، زیباترین جواهر بود، آخری بود. شیرخواره شیر غاب پردلی، نعت او عبدالله و نامش علی. ظاهرا نعت و لقب حضرت علی اصغر عبدالله بود و نامش هم علی بود و به عنوان علی اصغر شناخته می شود. با اینکه شیر خاره بود، شیر قاب پردلی بود، شیر بیشزار شجاع بود. در طفولیت مسیح عهد عشق، اینی عبدالله گو در مهد عشق. این اشاره به داستان حضرت مسیح داره که در گهواره وقتی شماتت می کردند جناب حضرت مریم رو که این کودک از کجا آمده، حضرت مریم سکوت کرد و به اذن خدا اشاره کرد به فرزند و فرزند در گفتار اومد و گفت انی عبدالله آتانی الکتاب، من بنده خدا هستم که به من کتاب داده شده. همین انی عبدالله گویی در وجود حضرت علی اصغر متولد شده. در طفولیت مسیح عهد عشق، اما در وادی عشق بازی، انی عبدالله گو در مهد عشق. بهر تلقین شهادت تشنه کام، از دم روح القدس در بطن ما. حضرت جبرائیل این تلقین شهادت رو در بزرگ سالان انجام میتونه بده، ولی این حضرت علی اصغر در بطن مام، در همون کودکی و نونهالی و اون طفولیت تلقین شهادت گرفته از دم روح القدس. ماهی بحر لدنی در شرف، ناوک نمرود امت را هدف. داده یادش مام اسمت جای شیر، در ازل خون خوردن است پستان تیر. اینجا مام اسمت احتمالا اشاره داره به وجود حضرت فاطمه زهرا که در ازل به این کودک خون خوردن از پستان تیر رو یاد داده. کودکی در عهد مهد
استاد عشق، داده پیران کهن را یاد عشق. با اینکه کودک هست، استاد عشق هست، پیران بسیاری رو، انسانهای بسیاری رو یاد عشق داده، درس عشق داده. طفل خرد اما به معنی بس سترگ، کز بلندی خرد بنماید بزرگ. خود کبیر است در چه بنماید صغیر، در میان سبعه سیاره تیر. تیر همون عطارد هست که کوچکترین سیاره هست و نزدیکترین سیاره به خورشید، از لحاظ نزدیکی به عنوان دبیر فلک شناخته می شد در گذشته. از لحاظ نزدیکی و قرب به خورشید این کبیر هست، ولی از لحاظ اندازه و جسه صغیر هست. عشق را چون نوبت طغیان رسید، شد سوی خیمه روان شاه شهید. نوبت طغیان عشق را رسید دیگه، اون مراحل نهایی عشق داره چهره نمایی میکنه، جلوه نمایی میکنه. عشق را چون نوبت طغیان رسید، شد سوی خیمه روان شاه شهید. دید اسخر خفته در هجر لبربا، چون هلالی در کنار آفتاب. در کنار مادر کودک خوابیده و با اون حال نزارش، چند روزی هست، نه شیری هست، نه آبی هست، نه غذایی هست، نحیف شده و با این نحیفی و جسه کوچک در کنار مادر خوابیده. چهره کودک چو در دی برگ بید، شیر در پستان مادر ناپدید. دیدید دیگه این برگ درختان در زمستان چطور لرزان هست، آماده افتادن هست؟ به این تشبیه میکنه. با زبان ها آن طفل صغیر، گفت با شه که امیر شیرگیر. جمله را دادی شراب از جام عشق، جز مرا کمتر نشد زان کام عشق. به همه جام عشق دادی ای پدر، ای استاد عشق، به جز من که هنوز کامم از عشق تر نشده. طفل اشکی در کنار افتاده ام، مفکن از چشمم که مردم زاده ام. گرچه وقت جانفشانی دیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. این هم از مصرع‌هایی هستش که از مثنوی اقتباس شده. مدتی گر مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. گرچه وقت جانفشانی دیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. زان میی که از وی چو قاسم نوش کرد، نو عروس بخت در آغوش کرد. من هم از اون می میخواهم که قاسم و عباس علی اکبر از اون خوردن. زان میی که از وی چو قاسم نوش کرد، نو عروس بخت در آغوش کرد. زان میی که از وی چو شد عباس مست، دست همت برفشاند از هرچه هست. زان می که اکبر چو رفت از وی ز پا، با سر آمد سوی میدان وفا. جرعه ای از جام تیر و دشنه ام، در گلویم ریز که بس تشنه ام. تشنه ام آبم ز جوی تیر ده، کم شکیبم خون به جای شیر ده. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. شه گرفت آن طفل مه اندر کنار، یافت دری در دل دریا قرار. حضرت عبدالله طفل رو در آغوش میگیره، طفل به آرامش میرسه، مثل اینکه دری در دل دریا قرار گرفته. آریاری مه که شد دورش تمام،
در کنار خور بود او را مقام. وقتی دور ماه تموم شد، ماه چهارده شب رسید، اون وقتی که جایگاهش در کنار خورشید هست، برد آن مهرا به سوی رزمگاه، کرد رو با شامیان روسیا، گفت کی کافر دلان بدسگال، که برویم بسته اید آب زلال، گر شما را من گناهکارم به پیش، طفل را نبود گناه در هیچ کیش. اگر من در نزد شما گناهکار هستم، در هیچ کیش و آیینی طفل گناهکار نیست. طفل رو که مؤاخذه نمی کنن. آب ناپیدا و کودک ناصبور، شیر از پستان مادر گشته دور. چون سزد که جان سپارد با کرم، در کنار آب ماهی تشنه لب. آیا سزاوار است که طفل که ماهی در کنار آب جان بسپارد؟ زین فرادی که بود مهر بتول، جرعه بخشید بر سبط رسول. این آبی که مهریه حضرت زهرا هست، از این جرعه به سبط و نواده حضرت رسول ببخشید. شاه در گفتار و کودک گرم خواب، که زنو که ناوکش دادند آب. در کمان بنهاد تیری هرمله، افتادن در ملائک غلغله. رست چون تیر از کمان شوم او، پرزنان بنشست بر حلقوم. چون درید آن حلق تیر جانگداز، سرز بازوی ید الله کرد باز. وقتی این تیر گلوی این کودک خورد، این گلوی نحیف فرزند دریده شد و این تیر به اون طرف، یعنی به دست، به بازوی حضرت عبدالله رفت. نوک تیر و حلق طفلی ناتوان، نوک تیر و حلق طفلی ناتوان، آسمانا باشگون بادت کمان. شه کشید آن تیر و گفت ای داورم، داوری خواه از گروه کافرم. نیست این نوباوه پیغمبرت، از فصیل ناقه کمتر در برم. ناقه ساله که توسط قوم سمود پی شد، از ناله اون ناقه زمین و زمان به هم ریخت، بلایی نازل شد به سر اون قوم. آیا این کودک از اون ناقه کمتر هست در برتون؟ که از انین او ز بیداد سمود، برق غیرت زد بر آن قوم عنود. شه به بالا می فشاندان خون پاک، قطره ایزان بر نگشتی سوی خاک. حضرت عبدالله این خون رو در دست می گرفت و به بالا پخش می کرد، همینطور این خون رو به آسمان می انداخت. پس خطاب آمد به سکان ملا، که فرود آیید در دشت بلا. به این ملائکه خطاب آمد که بیایید بر روی زمین، در این دشت کربلا فرود آیید. بنگرید آن کودکان شاه عشق، که چسان آرند بر سر راه عشق. بنگرید آن مرغ دست‌آموز عرش، که چسان در خون همی غلطد به فرش. ره که پیران سر نبردندش به جهر، چون کند طی یک شب طفلان. این راه عشق که عمرها گذشته و انسانها در اون هلاک شدن، ببین چگونه این طفلان یک شبه اینها را طی میکنن و به سرمنزل عشق میرسن. این نگارین خون که دارد بوی تیب، تحفه سوی حبیب است از حبیب. این خونی که بوی خوش دارد
تحوه‌ای است از حبیب برای حبیب. در ربایید این نگار پاک را، پرده گلناری کنید افلاک را، کاید اینک مهر پرور ماه ما، یک دم دیگر به مهمانگاه ما. در ربایید این گوهرهای سمین، که نیاید دانه ای آن بر زمین. این گوهرهای گرانبها را یکی یکی در ربایید، یکی از این قطره ها به زمین نچکد. باز داریدش نهان در گنج با، که از حبیب ماست ما را یادگار. قطره زین خون اگر ریزد به خاک، گردد آدمگیر طوفان هلاک. تیر خورده شاه باز دست شاه، کرد بر روی شهر آسیم نگاه. این کودک، این طفل نورها در خواب، این تیر که به حلق نازنینش برخورد میکنه، در یک لحظه برمیگرده و به سمت پدر نگاه میکنه. تیر خورده شاه باز دست شاه، کرد بر روی شهر آسیمه نگاه. غنچه ی لب بر تبسم باز، در کنار باب خواب ناز کرد. وه چه گویم من که آن طفل شهید، اندران آهینه ی روشن چه دید. وان گشودن لب به لب خند از چه بود، وان نثار شکر و قند از چه بود. رمز خلق آدم و حوا زگل، رمز کنت و کنز بودش سر به سر، زیر آن لبخند شیرین مستتر. کنت و کنزا مخفیا فاحببت ان اورم و خلقت لک ای اورم. من گنجینه مخفی بودم که میخواستم شناخته بشم، خلق کردم این خلقت را، آغاز کردم تا شناخته بشم. این لبخند این طفل رمز و راز کنت و کنز بود، رمز و راز خلقت بود. رمز کنت و کنز بودش سر به سر، زیر آن لبخند شیرین مستتر. مستقر یعنی مخفی. رمز خلق آدم و حواز گل، وان سجود قدسیان پاک دل. رمز بعث انبیای پرشکیب، وان صبوری بر بلایای حبیب. رمز تمامی این بعثت انبیا، رمز خلقت آدم و حوا، رمز سجود ملائک بر آدم، رمز صبوری انبیا بر بلایای حبیب. رمزهای نامه عهد الست، که شهید عشق با محبوب بست. پس ندا آمد بدو که شهریار، این رضیع خیش را بر ما گذار، این شیر خاره را بر ما گذار. تا دهیم از شیر از پستان هور، خوش به هابانیمش اندر مهد نور. پس شهان در سمین در خاک کرد، خاک غم بر تارک افلاک کرد. آریانی عاشقان روی دوست، این چنین قربانی آرد سوی دوست. عشق را مادر ز زاد استرون است، عشق را مادر ز زاد استرون است. عاشقان را قاف وحدت مسکن است، مادر عشق عقیم است. او را فرزند و پیوند نیست، وحدت است و وحدت است و وحدت است. عشق را مادر ز زاد استرون است، عاشقان را قاف وحدت مسکن است. اندران کشور که جای دلبر است، نه حدیث اکبر و نه اصغر است.
خب میرسیم به ذکر شهادت حضرت عبدالله ابن حسن علیه السلام. در واقع شهادت حضرت عبدالله ابن حسن درست قبل از شهادت حضرت ابا عبدالله اتفاق میفته و جناب نیر این ذکر شهادت رو در این قسمت میاره و بعد از ابتدای اون به قولی خداحافظی حضرت ابا عبدالله شروع میکنه و شرح شهادت ابا عبدالله رو به صورت مبسوط بیان میکنه. این شهادت وقتی اتفاق میفته که حضرت ابا عبدالله در لحظات آخر در گودال قتلگاه هست و در حقیقت ایشون وجود مبارک ایشون از پا افتاده. در اون لحظات یک کودکی به نام عبدالله که فرزند امام حسن علیه السلام هست و برادر کوچکتر حضرت قاسم در حدود 10 ساله 11 ساله از سمت حرم از سمت خیمگاه به سمت گودال قتلگاه شروع به دویدن میکنه. حضرت ابا عبدالله از دور این منظره را داره تماشا میکنه. ندا میده به حضرت زینب که جلوی این کودک رو بگیر، نگذار این کودک به میدان جنگ بیاد. و این کودک به هر حال خودش رو به نزد حضرت ابا عبدالله میرسونه. اجازه میخوام که این رو از زبان حضرت نیر خدمت شما عرض بکنم. ذکر شهادت حضرت عبدالله ابن حسن علیه السلام. بس که خونبار است چشم خامه‌ام، بوی خون آید همی از نامم. ترسمش خون باز بندد راه را، سوی شه نابرد عبدالله را. آن نخستین سبت را دوم سلیل، آخرین قربانی پور خلیل. مراد از نخستین سبت یعنی امام حسن علیه السلام و دوم سلیل یعنی دومین فرزند ایشون و آخرین قربانی آل خلیل. قامتش سروی ولی نوخاسته، یک سرو نوخاسته. تیشه کین شاخ او پیراسته، خاک باری دست بر سر خامه را، بو که بندد ره به خون این نامه را. سر برد این قصه جانکاه را، تا رساند نزد مهران ما. دید چون گلدسته باغ حسن، شاه دین را غرق گرداب فتن. کوفیان گردش سپاه اندر سپاه، چون به دور قرص مه شام سیاه. تاخت سوی حربگه نالان و زار، همچو ذره سوی مهر تابدار. مانند ذره‌ای که به سمت خورشید میره. شهر میدان چشم خونین باز کرد، خواهر غم دیده را آواز کرد. زینب که مهل ای خواهر مهروی من، کاید این کودک ز خیمه سوی من. ره به ساحل نیست زین دریای خون، موج توفانزا و کشتی سرنگون. ره به ساحل نیست زین دریای خون، موج توفانزا و کشتی سرنگون. بر نگردد ترسم این صید حرم، زین دیار از تیر باران ستم. گرگ خونخوار است و وادی سر به سر،
دیده راحیل در راه پسر. دامنش بگرفت زینب با نیاز، گفت جانا زین سفر برگرد باز. از غمت ای گلبن نورس مرا، دل مکن خون داد قاسم بس مرا. چاه در راه است و صحرا پر خطر، یوسف از این دشت کنعان کن حذر. از صدف بارید آن در یتیم، عقد مروارید تر بر روی سیم. این اشکهای کودک رو به عقد مروارید، یعنی گردن مانند گردن بر پشت سر هم مروارید بود که میریخت از چشمان این فرزند. گفت امه واهلم بهر خدا، من نخواهم شد ز امه خود جدا. من از عمویم جدا نخواهم شد. وقت گلچینیست در بستان عشق، در مبندم بر بهارستان عشق. بلبل از گل چون شکیبت در بهار، دست من ای امه از من بازدار. ای امه مرا من مکن. نیست شرط عاشقان خانه سوز، کشته شمع و زنده پروانه هنوز. نیست شرط عاشقان خانه سوز، کشته شمع و زنده پروانه هنوز. عشق شمع از جذبه های دلکشم، اوف کنده نعل دل در آتشم. نعل در آتش انداختن یعنی این دل من گرفتار آتش عشق شده. عشق شمع از جذبه های دلکشم، اوف کنده نعل دل در آتشم. دور دار ای عمه از من دامنت، آتشم ترسم بسوزد خرمنت. دور باش از آه آتش زای من، کآتش سوداست سر تا پای من. بر مبند ای عمه بر من راه را، بو که بینم بار دیگر شاه را. بازگیر از گردن شوقم تنام، پیل طبعم دیده هندوستان بخواب. اندریبم سوی بستان می رود، توتیم زی شکرستان می رود. این بلبل جان من به سوی این بستان عشق می خواهد پرواز کند. این توتی جان من به سمت شکرستان می خواهد پرواز کند. جذبه های عشقش، جذبه عشقش کشان سوی شهش. در کشش زینب به سوی خرگشت. جذبه عشقش کشان سوی شهش، در کشش زینب به سوی خرگشت. عاقبت شد جذبه های عشق چیر، شد سوی برج شرف ماه منیر. عاقبت این جذبه های عشق چیر شد، پیروز شد. دید شاه افتاده در دریای خون، با تن تنها و خصم از حد فزون. گفت شاها نک به کف جان آمدم، بر بساط عشق مهمان آمدم. آمدم ای شاه من اینجا قنق، ای تو مهمان دار سکان افق. مهمان آمدم در این وادی، ای مهمان دار سکان افق. هین کنارم گیر و دستم نه به سر، ای به روز غم یتیمان را پدر. بعد از اینکه امام حسن علیه السلام به شهادت رسید، این دو فرزند در زیر لوای حضرت ابا عبدالله رشد نمو کردن. جناب عبدالله
به روایتی اصلا پدر خودش رو درک نکرده بود. دو سه ماهی، چهار پنج ماهی بعد از پدر متولد شده بود. ابا عبدالله حکم پدر داشت و این یتیم در این لحظه آخر خودش رو کشان کشان به اونجا رسونده. این کنارم گیر و دستم نه بزر، ای به روز غم یتیمان را پدر. خواهران و دختران در خیمگاه، دوخته چون اختران چشمت برا. کس سفر کی بازگردد شاه ما، باز آید سوی گردون ماه ما. خیز سوی خیمه ها می کن گذر، چشم ها را وارهان از انتظار. خیز سوی خیمه ها می کن گذر، چشمها را وارهان از انتظار. گفت شاهش الله ای جان عزیز، تیغ میبارد در این دشت ستیز. تو به خیمه بازگرده ای مهوشم، من بدین حالت که خود دارم خوشم. گفت شاها این نه آیین وفاست، من ذبیح عشق و این کوه مناست. این آیین وفاداری نیست، من قربانی عشقم و اینجا منای من است. کفش املح که فرستادش خدا سوی ابراهیم از بحر فدا. تو خلیل و کفش املح نک منم، مرغزار عشق باشد مسکنم. اون قربانی که در ازای قربانی شدن اسماعیل فرستاده شد و الان من اون کفش املح هست، اومدم که من رو فدا بکنم و فدای جام تو بشم. تو خلیل و کبش امله نک منم، مرغزار عشق باشد مسکنم. نز گرانجانی به تأخیر آمدم، به خاطر گرانجانی نبوده تأخیرم. کوکب صبح هم اگر دیر آمدم، اکنون که صبح عشق بازی بردمیده، من اولین ستاره عشق بازی هم. دید ناگه کافری در دست تیغ، که زند بر تارک شب بیدری. کودک یکی متوجه شد که یکی از این دشمنان شمشیر رو بلند کرده تا بر سر مبارک ابا عبدالله فرود بیاد. در این لحظه کودک دستش رو جلوی عمو نامده آن تیغ کین شهرا به سر، دست خود را کرد آن کودک سپر. تیغ بر بازوی عبدالله گذشت، وح چه گویم که چه زان برز چه گذشت. تیغ بر بازوی عبدالله گذشت، وح چه گویم که زن چه زان بر شب بود. دست افشان آن سلیل ارجمند، خود چو بسمل در کنار شب بکرد. مانند یک قربانی خودش رو در آغوش ابا عبدالله انداخت. گفت دستم گیر ای سالار کون، ای ببی دستان به هر دو کون. اون پای مردی کن که کار از دست رفت، دست گیرم که اختیار از دست رفت. شه چو جان بگرفت اندر بر تنش، دست خود را کرد طوق گردنش. ناگهان زد ظالمی از چست کین، تیر دلدوزش به حلقه نازد. ناگهان زد ظالمی از شست کین، تیر دلدوزش به حلق نازنین. گفت شه کی طائر طاووس پر، خوش برفشان بال تا نزد پدر. یوسفا فارغ ز رنج چاه باش، رو به مصر کامرانی شاه باش. مرد روحش پر برفتن باز کرد، همچو باز از دست شه پرواز کرد.
السلام علیکم.